عادت بکنیم به اینکه در مقابل جلسات گروه های غیر مفید به راحتی بگیم نه حتی اگر این نه ما رو بکشه به اینکه توی خونه تنها باشیم تنها بودن بهتر از این هست که به جمعی بریم که هیچ سودی نداشته باشه اگرچه که این تنها بودن فواید بسیاری داره خیلی ها فکر میکنن که تنها بودن و عزلت گزیدن و وقت وقتهایی رو به تنهایی گذروندن بده خوب نیست نمیدونم نتایج آدم رو ناراحت میکنه آدم اصلا اینجوری نیست استفاده لازم از وقتهای مفید در تنهایی روش های بسیاری داره که شما میتونید ازش استفاده بکنید و همه اونها مفید هستن شما میتونید کتاب بخونید شما میتونید چیزی بنویسید شما میتونید الان که میشه مثلا حتی فعالیت های شغلی انجام بدید میتونید کارهای عقب افتاده انجام بدید میتونید سودی در, مسا... روابط در اتفاقاتی که در خونه هست سوداور باشه حضورتون میتونید همه کارهای مفید اینجوری انجام بدید و میتونید به عبادت بگذرونید میتونید قرآن بخونید میتونید با خدا راز و نیاز بکنید میتونید با الله تنها باشید حالا بذارید این رو تو یک کفه و این دور دور کردن ها و جلسات اینچنینی و گردش های آنچنانی و اینا رو هم بذارید تو یک کفه کدوم رو ترجیح میدید کدوم ارجحیت دارن بر دیگری جمع یا عزلت پس نمیشه به عزلت بد گفت مثال میزنم خدمتتون رسول الله علیه و السلام در دوران جاهلیت در دوران قبل از اسلام این عزلته رو حتما شنیدید غاری رو به اسم غار حرا انتخاب میکرده و وقتهای زیادی از زندگیش رو در اونجا میگذرونده چرا؟ چون میخواسته از اون فضای شرکالودی که لا حول ولا قوه است هیچ سودی نداره هیچ فایده ای نداره براش دوری بکنه گاه این دوری کردن ها سود داره نه گاه بلکه بیشتر مواقع اینجوری هست خیلی از این 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 سرورمون الگوی زندگیمون زندگی ما مسلمان هاست که ازش میتونیم این در واقع این خصلت رو ببینیم اگر که بیایم به اندیشمندان جهان هم نگاه کنید متوجه میشید که خیلی از اینها وقت های زیادی رو در تنهایی میگذروندند چون از این تنهایی استفاده و بهره میبردند و سوداور به اون تایمشون نگاه میکردن وقتی رو ذهن و توانشون رو تمرکزشون رو روی این که از اون زمانشون بهترین استفاده رو ببرند میکردند و این گونه بوده که موفق شدند این گونه بوده که به درآمدهای مالی بالا رسیدند این گونه بوده که به علوم والایی دست پیدا کردند این گونه بوده که اختراعات زیادی کردن این گونه بوده که شرکت های عظیمی رو تشکیل دادند، اینگونه بوده همین ازلت ها بوده همین وقت های مفید رو حتی در تنهایی به, سود، به استفاده گذروندن باعث شده که بتونن مدارج عالی علمی اقتصادی میلیاردر بشن دانشمند بشن عالم بشن اندیشمند بشن شاخص بشن پس فرار نکنیم از این عزلت مفید به خاطر اینکه جمعی رو خوشایندشون بشه دوستانی رو دلشون خوش باشه بریم سراغ اونا